جامعه بین الملل بهایی با انتشار یک درخواست از کاربران شبکه های اجتماعی خواسته به حکم دادگاه برای مصادره خانه و زمین های در روستای ایول واکنش نشان دهند و آنها را تنها نگذارند دیشب شما با هشتگ ایول خانیان هاست طوفان تویتری به راه انداختید اما اینکه ماجرای روستای ایول و اوکنش چه بوده رو از زبان نوشین بشنویم نوشین یه توضیح بده هرچند که به نوعی مشخص هست دادگاه حکمی صادر کرده اما وضعیت چی بوده در روستا خب اهالی این روستا بهایی هستن از سال 57 این داستان شروع شد خانه های اینا رو ویران کردن بیرونشون کردن پاییز سال گذشته دادگاه تجدید نظر برای اموالشون تشکیل شد و حکمی دادن که اموال این اهالی این روستا باید مصادره بشه به نفع ستاد اجرایی فرمان امام بعد از تایید این حکم برخی از مقام های رسمی کشورها و رهبران مذهبی اومدن ای دادن و این حکم رو در اصل محکوم کردم و بهش اعتراض کردن و حالا کاربرها با این هشتک همونطور که تو گفتی دارن به این موضوع اعتراض میکنن بریم یک بخشی از این واکنش ها رو با هم ببینیم ایول خانه ای آنهاست. هشتاکی که کاربران در شبکه های اجتماعی با اون به مصادره املاک اهالی روستای ایول اعتراض کردند. مصادره املاک اهالی این روستا پس از انقلاب شروع شد و در پاییز گذشته در دادگاه تجدید نظر حکم مصادره اموال آنها به نفع ستاد اجرایی فرمان امام تایید شد. شاهین میلانی نوشته در مازندران یه روستا هست به نام ایول در این روستا تعدادی بهایی زندگی میکنن جمهوری اسلامی اومده و املاک این بهایی ها رو مصادره کرده میلانی این اقدام رو برگی از کارنامه زرین جمهوری اسلامی توصیف کرده و اکوانیان هم میگه گورستان صد ساله روستای ایبل مصادره و برای تبدیل به ملک مسکونی فروخته شد و بعدها ده تن سه روز بدون آب و غذا در مسجد روستا زندانی شدن تا وادار به انکار دیدنشون بشن حالا میگن نوبت مصادره تمامی اموالشون گروهی از کاربرها به این نکته اشاره می که جمهوری اسلامی اجازه نداره با شهروندانش به دلیل بهایی بودن اینطور رفتار کنه کاربری نوشته هموطنان بهایی به اندازه یکایی که ما شیعزاده ها حق استفاده از امکانات کشور و زندگی آروم رو دارن هیچکس به دلیل عقاید به دیگری برتری نداره چطور به خودتون اجازه می دین؟ یه ایرانی رو از حقوقش محروم کنین؟ و کاربری به اسم پروانه نوشته من از پنج سالگی متوجه شدم که یک شخص فقط به خاطر اعتقاد و مذهبش زندانی و اعدام میشه و اموالش رو هم مصادره میکنن پروانه میگه چهار دهه گذشته اما حکومت ایران هنوز به آزار خودش ادامه میده مصادره زمینهای کشاورزی بهاییان ایول باید متوقف بشه کاربرانی هم هستند که با این هشتگ به اعتراض برخی از چهره های مذهبی اسلامی و مقام های سیاسی به مصادره املاک بهاییان اشاره می کنند کاربری نوشته مصادره زمین های بهاییان روستای ایول واکنش های جهانی جالبی در پی داشته علاوه بر مقام های سازمان ملل اتحادیه اروپا برزیل و آمریکا بسیاری از شوراهای اسلامی در کانادا هند و بریتانیا هم این اقدام رو محکوم کردند. و یک کاربر دیگه هم میگه بیگناهی بهاییان بیش از هر زمان دیگه برای جامعه بین المللی مشهود شده و حکومت ایران باید پاسخگوی بیداد آشکاری باشه که به جامعه بهاییان وارد کرده در کل کاربران در شبکه های اجتماعی معتقدند که مصادره اموال این شهروندان به دلیل عقایدشون شایسته و منطبق بر اصول انسانی و حقوق بشری نیست و به حکم صادر شده اعتراض دارند. کاربری میگه فکر کن پولی که یک روز براش سخت کار کردی رو ازت بدستن چه حالی میشی؟ بیشتر از چهل ساله که اموال بهایی ها رو در ایران مصادره میکنن و حالا خونه های همه بهاییان روستای ایول رو ازشون گرفتن و در نهایت کاربری نوشته پدرم قبل انقلاب مدن داشت بعد اون دیگه نداشت مادرم قبل انقلاب مدیر مدرسه بود بعد اون دیگه نبود پدرم بعد انقلاب بیکار شد و خونه نشین مادرم گرفتار شد و زندان نشین حالا تنها دارایی پدرم خونه قدیمی هم مصادره میشه و دارایی تمام بهایان روستای ایفه و ویدیوهایی که شما برای ما میفرستین تصاویری که میخوایم ببینیم مربوط میشه به صف مردم در چابهار برای خرید روغن در هفته های اخیر روغن نباتی در ایران کمیاب شده و در شهرهای مختلف مردم برای تهیه روغن ساعتها در صفهای پرزده ها مقابل فروشگاه ها استادن. های صوتی و تصویر خودتون رو هم میتونین از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال برای ما ارسال کنین به شعاری که در زیر صفحه میبینین برگردیم به شلر با ادامه برنامه نوشین از هایی که انتخاب کرده بودی و واکنش کاربران نوشین خانی اینجا همراه من در بخش رسانه های اجتماعی اما در